سه روز پس از آن که جو بایدن بایس رئیس جمهور جدید امریکا سوگند یاد کرد نخستین مقام بلندپایه حکومت و با حکومت افغانستان گفتگو کرد کاخ سفید در اعلامیه می گوید که مشاور امنیت ملی آقای بایدن در گفتگوی تلفنی با امدلا مویب امتای افغانش از بررسی توافقنامه دوه خبر داد اعلامیه هدف از این کار را اطمینانیابی واشنگتن از عملی شدن تعهدات طالبان مبنی بر کاهش خشونتها قطع روابط با گروه های عراس افغان و نیز انجام مذاکرات معنیدار با حکومت افغانستان می داند. لوری پسول امنیت لتروریزم سره مبارزه او و کی که پگرد کار کوی. مشاور امنیت ملی امریکا همچنان بر پشتیبانی از روند صلح افغانستان تاکید میورزد و میگوید که با تلاش های سیاسی و منطقی خودش برای دستیابی به صلح در این کشور با حفظ دستاوردهای زنان و اقلیت ها ادامه خواهد داد جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اداره جدید ایالات متحده آمریکا مبنی بر ارزیابی توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان استقبال می و همزمان تقاضا دارد تا این ارزیابی مبتنی بر خواستهای مردم افغانستان که امانا ختم فوری خشونت رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار در افغانستان صورت بگیرد امدلا مویب نیز در تویتی نگاشته است که در گفتگو با جک سالیوان درباره کار برای یک آتش بس همیشگی و صلح پایدار در یک افغانستان دموکراتیک توافق کرده است طالبایت فکر میکنه که برنده جنگ است و اونها همه چیز را میخواین در حالی که تاریخ افغانستان سابق ساخته که به جنگ کسی نمیتونه که افغانستان آزان خود کنه در همین حال معاون نخست مجلس سنا بازنگری توافقنامه صلح امریکا با طالبان را برای جلوگیری از امتیازدهی یک جانبه به طالبان یک نیاز می داند. این موافقتنامه دو طرف داره. یک طرفش امریکاست یک طرفش طالباست. و منافع دو طرف بیشتر مطمئن نظر داره. نه منافعی که به کل مردم افغانستان و به منطقه و به امنیت منطقه ارتباط داشته باشه. از سوی دیگر تلویزیون خبری سی این این گزارش داده است که رئیس جمهور بایدن ماموریت زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه حکومت دونالد ترامپ را برای صلح افغانستان تمدید کرده است